سلام به ویژه برنامه محور در باب سفرهای اخیر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و رهبر حزب اسلامی افغانستان به اسلام آباد و تهران از بهر گفتگو درباره روند صلح افغانستان و به میان آوردن اجماع منطقه‌ای در این زمینه خوش آمدید. سفر دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز به تهران پایان یافته و در این سفر با مقام‌های گوناگون ایرانی دیدارهای درباره جلب حمایت این کشور از روند صلح افغانستان داشته. همزمان امروز گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به دعوت رسمی پاکستان وارد اسلام آباد شد. هدف این سفر گفتگو درباره روند صلح افغانستان و تسهیل و تسریع این روند گفته شده. ما آیا این سفرها اثر بر گفتگوهای صلح افغانستان که ظاهراً در دوحه اگر با بن‌بست نه با مشکلات جدی روبروست خواهد داشت، این اثر مثبت خواهد بود یا نه؟ و چرا افزون بر روابط دولت با دولت پاکستان در پی روابط با سیاستگران افغانستان در بحث یک مسئله ملی است؟ در بخش نخست سفر دکتر عبدالله به ایران، مهمانانم در این زمینه آقایان ادریس رحمانی آگاه روابط بین الملل و پژوهشگر روابط بین الملل از امریکا با دکتر فردین هاشمی رئیس مرکز مطالعات توسعه افغانستان در استدیو است. خوش آمدین آقای هاشمی. رحمانی صاحب تلاعظات دیگر می پیماندن در برنامه. ما نخست آغاز بکنیم از روابط میان افغانستان و ایران از گذشته تا حال، ببیشتر در 20 سال اخیر که نقش امریکا در مسائل افغانستان بیشتر شده، بفهمم این روابط چگونه بوده است؟ به نام خدا، با سلام به شما جناب رحمانی صاحب و بینندگان عزیز. خب این روابط دچار فراز و فرود بوده. در مرحله اول خصوصا زمانی که بحث مبارزه با تروریسم و حوادث بعد از 11 سپتامبر مطرح میشه، خب اسنادی که از اون ابتدا مشخص بود، ایران همکاری نسبی داشت خود ایالات متحده آمریکا برای سقوط طالبان و در واقع شکل گیری حکومت جدید. در دوره آقای کرزی، دوره اولشان حکومت موقت و دوره ایرانی ها نقش تلاش میکردن، نقش مثبت عدم چالش برای ایالات متحده آمریکا ایجاد کنن با مواردی که بوده است. ولی کم کم میشه گفت که از دوره احمدی نژاد تغییرات میاد سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان و مسائلی که در افغانستان مطرح هست. موقف گیری های تندی که دولت ایران در قبال آمریکا در سطح منطقه داره، خب طبیعتاً چالش های در افغانستان هم ایجاد میکنه و هرچی که از اون زمان میگذره این چالش ها به شکل عیان‌تر و جدی‌تر میشه. یعنی در عین زمان افغانستان تبدیل میشه به یک منطقه ای که ایران میتونه به نحوه منافع ایالات متحده آمریکا رو به چالش بکشانه. اما یک پوینت هم بو باور دارم، اینه که سیاست خارجی ایران عمدتاً بیشتر متمرکز بر حوزه شرق میانه است از ابتدا. یعنی شما در دوره 20 سال اخیر که بحث کنین، بیشتر مناطقی مثل عراق، سوریه برای ایران اولویت اول سیاست خارجیش بوده و افغانستان بیشتر در اولویت دیوم مطرح بوده است، به عنوان یک جایی که هم میتونه سطح روابطش با ایالات متحده آمریکا کنترل کنه یا جایی باشه که در واقع به نفع منافع ایالات متحده آمریکا رو تهدید کنه، در افغانستان چالش ایجاد کنه تا در روند مذاکراتی که پیش رو خود آمریکا داره بتونه از اون برگ استفاده کنه. بسیار خوب. یعنی کل هدف‌های ایران در افغانستان محدود و خلاصه به روابط تنش آلودش با آمریکاست یا نه اهداف دیگر جز این مسائل هم در افغانستان داره ایران؟ ببینید، عنصر اول به نظر می که تاثیرگذار است مسئله حضور آمریکا در افغانستان است، کایا خودی روند همراهی کنه یا رو به چالش بکشه. اما طبیعتا سیاست خارجی یک کشور در قبال کشور همسایش مثلا ایران و افغانستان میتونه اولویت های متفاوتی داشته باشه، درجات متفاوتی دو ذکر باشه. مثلا بحث آبهای افغانستان هست، طبیعتا بحث مهاجرین هست، بحث ای که افغانستان صرفا حوزه نفوذ پاکستان نباشه هست. این مسائلی است که در واقع میتونه در سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان مطرح بشه. بله، مشکل مشخص با افغانستان و حکومت افغانستان حکومت ها در مجموع داشته. همسایه معمولا خودم اختلاف دارن در منطقه‌ای که ما و شما زیست می‌کنیم، ولی وقتی که حضور یک قدرت کلان مثل ایالات متحده آمریکا مطرح باشه،
و سابقه تاریخی که ایران در چالش بکشاندن آمریکا دارند یا تضادی که آمریکا خود ایران در سطح منطقه شرق میانه داره، خب افغانستان میتونه بستر ایجاد کنه برای او رقابت بیشتر یا زمینی باشه برای همکاری، یعنی هر دویش میتونه اتفاق بیفته. اما قسمی که اول هم میگفتم مثلا سالهای 2001 ایرانیا بیشتر همکار بودن خود ایالات متحده آمریکا، یا لااقل چالش ایجاد نمی‌کردن، چون می‌خواستن که سطح همکاری یا در واقع گسترش روابطشون خود آمریکا صورت بگیره. اما وقتی که تضاد سطح شرق میانه افزایش پیدا می‌کنه ما بین آمریکا و ایران، شما می‌بینید که افغانستان می‌تونه بستر باشه برای چالش‌های بیشتر یا در واقع ناامنی بیشتر در سطح افغانستان. تشکر آقای هاشمی. به دکتر رحمانی هم در برنامه پیوستن. وقتتون بخیر رحمانی صاحب، خوش اومدین. گذرا و کوتاه به دیدگاه‌های آقای هاشمی را در باب این پرسش‌ها داشتم. روابط ایران و افغانستان به خصوص روابط بین دولت‌ها چگونه بوده و هدف‌هایی که ایران در افغانستان دنبال می‌کنه ناشی از حضور آمریکا در افغانستان است یا بیشتر از این و مشکل با افغانستان هم داشته و داره؟ با سلام به شما بیندایتن میمان از گرد برنامه. من فکر میکنم ایران منعیسی یک رژیمه که پیوسته در جستجوی امنیت بیشتر اقتدارش است، پیوسته با همسایه هایش خصوصا ایران و عراق، افغانستان و عراق بعد از حضور امریکایی ها پیش از او هم پیوسته از دید ساحه نفوذ و ساحه به زبان امو تکنیکی خود سیاست از ساحه پاسچر امنیتی خود میبینند. تصور از نوعی است که احتمال ایران یک رژیم است که اکثر با اکثر همسایه هایش و با اکثر قدرت های بزرگ دنیا در تنش است. حتی اگر فراتر از امریکا هم بریم با کشورهای تا مثل روسیه، در صورت امریکایی ها حضور تهدید آمیزتر داشته باشند روابط کمی بهتر میشه، در غیر روابط پرتنش داشته سر مسائل کسپیان، سر مسائل اختلافات که سر ذخایر کسپیان است، مسائل بسیار زیاد تنش های خواهد. امرای عرب ها در جنوب پیوسته از بسیار زمانهای قدیم به این طرف روابط بسیار زیاد پرتنش. بنابراین یک کشوری که طبیعتاً از حضور خود و از آینده اقتدار سیاسی خود به اصطلاح در حراس است، پیوسته دیدش به طرف همسایه هایش از نظر پاسچر امنیتی است. یعنی از نظر من به اصطلاح به زبان بسیار ساده ایش فکرشون پیوسته ایست که در این کشورها چگونه میتونن ساختار را به اصطلاح یا حمایت بکنن یا ایجاد بکنن تا امنیت خود کشور بیشتر و بیشتر بسازن. و این برخوردش پیوسته از دید دیپلماتیک تا حدود به اصطلاح تعرض‌آمیز حساب میشه. یعنی پیوسته فکرش این است که در این کشورها برای خود جای پای باز بکنه. بسیار خوب. اما آقای هاشمی میگن که کشورهای شرق میانه بسیار ایران علاقمند است که در این کشورها نفوذ داشته باشه. این بس در افغانستان هم صدق میکنه؟ یعنی مداخله که در حد تعیین دولت یا راه یافتن کسان به میل ایران در رهبری و در حکومت افغانستان باشه هم میتونه پیش بره؟ خب نفوذ بدون شک همو مسئله پاسچر امنیتی است که نفوذ حد به اصطلاح حد مینیممش است، ولی در ایرانی ها خصوصا در 10 سال آخر در حد مکزیمم میرن و او معنایشی است که در کشورهای همسایه خصوصا کوشش دارن تا حد امکان نیروهای جنگی نیابتی ایجاد بکنن. یعنی خیلی مسئله فاطمیون در افغانستان، در خاورمیانه، در عراق و در مسئله حوثی ها در اطراف عربستان سعودی، اینا همش از جزئی از نظر حالا راپور ها که دارن به ارمنستان سلام میفرستن به خاطر جنگ که در شمال است، این تمامش نشان دهنده است که دولت ایران در یک صلح و همزیستی امروی همسایه خود زندگی نکرده، حداقل 10 سال آخر اگه اون طرف شکل کنه. ولی در رابطه با این که در افغانستان بخواین رئیس جمهور ایجاد بکنن، من فکر میکنم دو حد فکرشان بیشتر به خاطر
به اساس از این است که بخواهند منعیس یک قدرت در منطقه منطقه را شکل و سو بدن، بیشتر واکنشی است، بیشتر فکرشانی است که منطقه به یک مسیر میره که خود در حالت دفاعی احساس میکنند، بیشتر کوششانی است که به خاطر امنیت خود خصوصا از دید نظامی بیشتر برای خود یک بستر امنیتی ایجاد بکنند. ما فکر می ای است که برای افغانستان بیشتر فکر اساسیشانی است که احتمالا ما نمیتونیم تعیین بکنیم که در افغانستان به اندازه پاکستانی ها به بالای افغانستان خود حاکم احساس نمی کنند، ولی فکرشانی است که صرف نظر از اینکه در افغانستان چه نوع حکومت به قدرت به وجود میاد و چه نوع شخصیت به قدرت میاد، پس کوشش میکنند از نظر نظامی یک بستر داشته باشند در اطراف سرحداتشان و در رفاهات مرکزی افغانستان که هر حکومت که وجود به بتونن بشه به سادگی رو به چالش بکشن تا برای ایران مشکل امنیتی ایجاد نکنه. تشکر بسیار. آقای هاشمی، به شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که تمرکز بحث هم سر سفر رئیس همین شورا به ایران است، نقش تهران را در روند صلح افغانستان مهم و برجسته گفته، در چه حد؟ ببینید، برای تحلیل این نظر باید ببینیم که ما در کجا جای گرفتیم. مثلا ما خودی منطقه جنوب آسیا بعد از 1947 یک میشه گفت اختلاف استراتژیک داشتیم سر بحث مرز و مسائل دیگه با پاکستان. بنابراین وقتی که در مورد افغانستان، امنیت افغانستان صحبت میکنیم، اولویت اول که در واقع تعیین کننده است پاکستان است. در مورد ایران که میرسیم، ایران بعد از در طول 40 سال گذشته، چون یک خلای قدرت شکل گرفته در افغانستان، در طول 40 سال فیل استیت شدن ما تجربه کردیم، ایرانی خواستن که خلای قدرت به نوع پر کنن، نفوذ داشته باشن. بنابراین بحث افغانستان به باور مد سیاست خارجی ما نقش اصلی پاکستان ایفا میکنه، ایران در درجه دو جای میگیره که این نفوذ در واقع میخواد ایجاد کنه در خلای قدرتی که در طول 40 سال گذشته بوده در افغانستان. بنابراین صحبتی هم که شورای عالی مصالحه میکنن، دیدگاهی که دکتر صاحب عبدالله مطرح میکنن، ایرانی ها تاثیرگذار هستن بر امنیت در افغانستان، ولی بازم به تاکید میکنم که نگاه ایرانی ها مثل مثال هایی که زدن آقای رحمانی، فاطمیون در سوریه یا حوثی ها در یمن، عمدتا نشان میده که سیاست خارجی از اونا فوکس یا تمرکز داره سر شرق میانه، اما نمیخواد که از مسائل افغانستان هم دور باشه. وقتی بحث مصالحه در افغانستان یا صلح مطرح میشه، شما میبینید که نقش اصلی ابتدا پاکستان پیدا میکنه، سفرهایی که صورت میگیره. ایرانی ها ماین که از این دور نباشند و طبیعتا این نقش خود ایفا کنند. خب متاسفانه ما در جای واقع شده ایم که هم از طرف جنوب آسیا تحت تاثیر مسائل امنیتی هستیم و هم مسائل شرق میانه، رقابت هایی که در شرق میانه وجود داره، مثلا ما بین ایران و عربستان یا ما بین ایران و آمریکا، روی ما تاثیر منفی میگذاره و در بحث صلح در افغانستان تاثیر گذاره. خب به آقای عبدالله در دیدارش با وزیر خارجه ایران از فرصت ها و چالش ها در روند صلح افغانستان یاد کرده، معنیش است که برخ از این چالش ها برمیگرده به ایران و باید این وضع تغییر بکنه؟ طبیعتاً. ببینید، وقتی که شما در 42 سال گذشته ما حاکمیت ملی متاسفانه دچار فروپاشی ساختیم، قدرت های منطقه همسایه ها میخوان که این خلای قدرت پر کنن، این چیزی که در طول 40 چند سال گذشته در افغانستان اتفاق افتاده است. حال که میخوایم به صلح برسیم، مجبور هستیم که این فضای منفی تبدیل به فضای مثبت بسازیم. طبیعتاً هر نقش تلاش میکنه که سهم بیشتر بگیره، یا به از طریق به چالش کشاندن یا از طریق ایفای نقش مثبت. این بستگی داره که در واقع خودشان دنبال سهمگیری در افغانستان اصلا جایگاه پیدا کنند، و متاسفانه این شرایطی است که ما خودش مواجه هستیم. بسیار خوب. یعنی این سفر میتونه به گونه تغییر دیدگاه در ایران در برخوردش با مسئله صلح افغانستان ایجاد بکنه؟ خب ایرانی دنبال سهم خودشان هستن به باورمه، صحبت هاییم که میشه در بحث مذاکرات اینا. وقتی که شما خود سه منطقه بحران زده مواجه هستین، جنوب آسیا، شرق میانه، آسیای مرکزی که دو هم رقابت وجود داره، طبیعتا نقش قدرت هایی که در این منطقه هستن تاثیرگذار است. ایران هم به باور مزی هم مستثنا نیست و سفرها بیشتر زمینه ساز عزیز که در واقع صحبت های دو طرف صورت بگیره، نوعی تضمین نسبی داده شده و در واقع فراهم شه زمینه مثبت برای ایجاد صلح در افغانستان. بسیار خوب. بابا ممکن است آقای عبدالله تضمین را که ایران به خاطر حل نگرانی هاش میخواهد در چنین سفرها ارائه بکنه؟ خب ما میتونیم خیلی از موارد بیس سیاستمداران در افغانستان مطرح بسازیم، ولی سوال اصلی است که طرف مقابل تا چی میزان به تضمین باور داره. من فکر میکنم در این سفرها بیشتر گفتگوهای صورت میگیره
که صحبت‌های دو طرف شنیده شود، تصمیم گیری در جای دیگر است و مقر دیگر است که باید اتفاق بیفته. بسیار تشکر. آقای رحمانی، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در جریان ملاقات‌هاش با مقام‌های ایرانی گفته که یک فرصت استثنایی برای صلح افغانستان به میان آمده. ایران با چیزی که ما او را فرصت و او هم فرصت استثنایی می دانیم موافق است، وضع به میان آمده در مذاکرات صلح افغانستان را ایران هم همچون یک فرصت می بینه؟ ببینین، من فکر میکنم این سوال بسیار جالب است، یک کم سر از این باید بپیچیم. ایران در وضعیت فعلی که در افغانستان آهسته آهسته داره شکل میگیره، نسبت به دو کشور دیگه که با حضور امریکایی ها مشکل داشت، چینی ها و روس ها، بیشتر در یک حالت بلا تکلیفی قرار گرفتن. ایرانی ها به اصطلاح عام در پیش رویشان دو گزینه است، یا باید در با حضور امریکایی ها در افغانستان به اصطلاح زندگی سازگاری بکنن، یا ای که با قدرت بنیادگرای اسلامی طالبان که در بین ازی برش تصمیم گرفتن نهایت مشکل است. ولی در هر حال من فکر میکنم چیزی که برش بسیار در نظر اول معیی است که احتمال یک با یکش خوش نیست، من فکر میکنم اینمی بلا تکلیفی باعث میشه که به احتمال اغلب دولت افغانستان خصوصا دکتر عبدالله اوجپوره و از موقع ایران تشویق بکنه تا در این مذاکرات در سطح بین المللی از موقف دولت افغانستان حمایت بکنن، تا در مقابل پاکستان یک کم به اصطلاح یک بیلانس هم ایجاد شود در دقل در حد منطقه. و حد دقل بر ایرانی ها بسیار ساده میتونن بگن که خب شما اگر با حضور امریکایی ها و با حضور طالب ها دویش مشکل دارین، یکی از گزینه های بهتری است که از دولت حمایت بگن تا در به این شکل ما بتانیم طالب ها را در دولت ادغام بکنیم و به احتمال اغلب ما از طالب ها کده و از امریکایی ها کده برتان یک گزینه بهتر از نظر فضای امتر در سرحدات شرقی تان می باشیم. من فکر می کنم به احتمال اغلب در این یک فضا صحبت پیش میره. یک نکته بیشتر هم که یاد کردن، من فکر می کنم لازم است یک کمی تاکید کنیم که و ایرانی ها خصلتا من بیشتر گفتم یک ساختا یک رژیم به اصطلاح تشنه به خاطر امنیت اقتدارشان هستند. چون این رژیم ها منتظر تضمینی کسی نمیشینند، منتظر نمیشینند که دولت افغانستان یا دولت عراق اینا برشان یک تضمین بده که شما سر ما اعتماد کنید با از ما چیز نمیکنیم. چون این دولت ها معمولا در ترس و حراس زندگی میکنند و فکر از اونها همیشه ای است که یا محاسبه سیاسی شانی است که اونا نیروهای نیابتی و نیروهای امنیتی خود میرن ایجاد میکنن و بعد از اون میگن خب آل هر ساختار سیاسی که میایم ما در نهایت محاسبه خود از نظر نظامی داریم که اگر ما تحت تهدید قرار بگیریم چی میکنیم. برخوردشان شما در تمام کشورهایی که تا حال ایران به او راده اگر متوجه باشید، حتی در عراق که بین نهایت نفوذ زیاد داشتن و یک دولت شیعه هم به وجود آمد، انوانس هم محاسبه ایران به اساس ایجاد امو شبه نظامی هایی بود که در عراق ایجاد کرد و همیشه به اساس از او پیش میرن. بنابراین در افغانستان هم من مطمئن هستم برای دکتر عبدالله احتمال از موقف اگر چنین موقف رو اونا مطرح کنن، به احتمال ایرانی ها از موقف دولت افغانستان تا حدودی بهتر دفاع میکنن تا از موقف طالب های آمریکایی ها. ولی باز هم تمام محاسبهشان به اساس ایجاد ساختارهای مثل فاطمیون است که اگر متوجه شده باشین طالب ها از روزهای اول به اصطلاح سیگنالشان این بوده که ما احتمالا وقتی به قدرت بیاییم ممرو از اینو محاسبه کردنی هستیم و شیوه گناه سیگنال دادن و از نقطه آغاز طرز رمان شروع شد که با ساختارهای غیر حنفی در افغانستان احتمال کنار نمیم. من مطمئن هستم که در روزهای آینده اگر طالب ها در ساختار قدرت افغانستان به شکل از اشکال جاگزین شد و تا جایی که ما شنیدیم اگر وزارت دفاع افغانستان به اونا داده شد، من مطمئن هستم ایران در افغانستان با شبه نظامی های خود با مشکل روبرو خواهد شد. یعنی بحث فاطمیون که بیشتر در مسائل سوریه نقش داشته جنگیده، در افغانستان یک بحث کلان و جدی است و در حد محاسبه؟ کاملا. من فکر میکنم در یک مقطع زمان یاد شما است دولت با این شروع که دست پنجه نرم کردن
مسئله علیپور مطرح شد، به مسئله نظامی های مطرح شد که رفتن به سوریه برای جنگیدن. این امو به اصطلاح کمربند امنیتی است که ایرانی ها در افغانستان به شکل نسبتا مخفی یا نسبتا آشکار ایجاد کردن. ولی اگر طالب ها در قدرت بند، من مطمئن هستم به شدت یک نقطه تنش میشه. ولی اگر طالب ها قدرت نهند، مطمئن دولتی که در افغانستان نسبتا باثبات باشه، با این پالیسی ایران احتمال تشکر بسیار. آقای هاشمی، چیزی که آقای رحمانی میگه، حکومت و رئیس شورای عالی مصالحه ملی میتونه با این میکانیزم که نه طالبا به ایران میتونه یک تضمین امنیت بتنه، ایالات متحده امریکا حضورش بر امریکا بر ایران با منفعت است و هم به خطر کم از کم حمایت بکنه از موقف حکومت افغانستان در مذاکرات. ایران در حد یا موقف است که حمایتش از حکومت افغانستان اثر بر موقف یا موضع حکومت افغانستان در میز مذاکرات داشته باشه؟ خب ببینید، سه فرضی که آقای رحمانی مطرح میسازند، خب میشه که مورد سوم اتفاق نفته، چیزی که گفته شده، و مسئله ای که آیا طالب باشه یا آمریکایی، میشه که هر دویش باشه داینده افغانستان، این مسئله دیگه است. بنان اینا فرضیه است که داریم مطرح میسازیم که برای اثباتش باز هر کدوم باید دلایل خودش سنجیده شه و که دیگه بحث کوتاه نمیشه، من فکر نمیکنم سرش بشه بحث کرد. ایرانی ها در واقع بیشتر خود گزینی که هم آمریکا هم طالب است فکر میکنن، اما یک پوینت هست، در افغانستان سوریه نیست که ما بحث جدال مذهبی اولویت اول ما باشه. ساختار قدرت دی مملکت بر اساس عنصر قومیت شکل گرفته. وقتی شما دارین بحث میکنید، بنابراین ایرانی اگر خواسته باشن به چالش بکشانند، نمیتونند خودی مبنای مذهبی چون اولویت اول قدرت سیاسی نیست چالش ایجاد کنن. بحث فاطمیون به نظر من سوریه میتونه مطرح باشه، اما ایرانی ها ابزارهای دیگری دارن، مثل اینکه شما گروه نظامی از طالبان دارین دوزی غرب افغانستان، شما نیاز نیست که بیاین یک کار هویتی عمیق ایجاد کنین که تضاد هویتی مبنای نفوذتان باشه. درسته ایران نفوذ داره در این بخش، ولی افغانستان سوریه نمیتونه باشه. سوریه جایی در واقع شما داعش و فاطمیونه دارین که تضاد اول هویتیتون مذهبی است نه قومی. در افغانستان این مسئله بسیار حساس است به باور من، و باید دو دقت شه وقتی که نظری میدیم که خیلی میتونه جنجال برانگیز باشه بعدها. بسیار خوب. بالاخره سفر آقای عبدالله به ایران میتونه حمایت ایران را از روند صلح افغانستان جلب بکنه؟ علاقمندی در ایران به این روند دیده میشن؟ خب ایرانی ها ناراض هستن از اون چیزی که اتفاق افتاده تا اینجی، ولی من امیدوار هستم که ما بتونیم به حیث در واقع مثلا سفر دکتر صاحب عبدالله به هند صورت میگیره، به پاکستان صورت میگیره، به ایران صورت میگیره، سفرهای دیگه هم پیش رو است. من به امیدوار هستم که اجماع منطقه‌ای شکل بگیره، چون این ملت نیاز به صلح داره. اما متاسفانه همسایگانی که ما داریم تا حدود زیادی آنقدر نفوذ دارن که عمدتاً چالش ایجاد میکنن. من امیدوار هستم که این سفرها بستر باشه برای اجماع منطقه‌ای برای صلح در افغانستان. سخن یعنی چیزی که خلیلزاد گفته جدی است، علاقمندی ایران و درگیر ماندن آمریکا در یک جنگ پرهزینه و نتیجهش هم موفقیت. ببینید ایرانی دنبال منافعشان هستن در این منطقه، خصوصا در افغانستان هم این نفوذ دنبال میکنن، ولی الزاما مثل که شما در اوایل همکاری ایران و آمریکا رو داشتین در بحث افغانستان، بحث اساسی است که کسانی که در افغانستان به اسم نخبگان سیاسی شناخته میشن چطور میتونن نکات منافع مشترک مثلا آمریکا ایران پیدا کنن در افغانستان که این تضمین صورت بگیره برای صلح در افغانستان. در موقفی که ما واقع شدیم، خصوصا نخبگان سیاسی افغانستان، گپ اساسی است که چطور میتونیم منافع مشترکی کشورها در افغانستان در واقع پیدا کنیم و بر اساس از اون زمینه برای صلح در افغانستان فراهم کنیم. به باور من کار سخت است ولی غیر ممکن نیست. کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا منافع مشخص در افغانستان دارند، پاکستان منافع مشخص داره، ایران هم به همون نسبت منافع مشخص داره، ولی چیزی که در این منافع مشترک اگر میخواهد پیدا شوه او است که آینده ثبات در افغانستان باید تضمین شه، نه که زمین ساز باشه برای بحران‌های بعدی و جدال‌هایی که میتونه عمیق‌تر شکل بگیره. مسائل روی میز است در سفرها.
من از اون مطلع نیستم، ولی امیدوار هستم که چنین کار تخصصی صورت گرفته باشه که در این سفرها رو از اینا صحبت شده. بسیار خوب. کوتاه آقای هاشمی، ایران با حکومت افغانستان و همچنان با طالبان، البته بخش از طالبان روابط داره، در این باره گفته های وجود داشته، اسناد مطرح شدن، احتمالاً اگر ایران علاقه‌مند شود که در گفتگوها دخیل شود، در میز مذاکره حکومت افغانستان را ترجیح خواهد داد یا جانب مقابلش را؟ طرفی که در واقع منافعش تامین کنه. من فکر میکنم ایرانی هم با چنین تصوری پیش میرن. بحث ایرانی ها و طالب بحث ایدئولوژیک نیست که شما در واقع بر اساس مذهب حنفی یا شیعه خواسته باشین دور تفسیر کنه. بخشی از طالبا که برای منافع ایران میجنگن حنفی مذهب هستن و این کار داره صورت میگیره. بنابراین من باورم بر این است که وقتی که دارن کشورهای همسایه تحلیل میکنین، بحث اساسی است که کدام طیف میتونه در واقع اون چیزی که اونا با آینده خود نیاز دارند تامین کنه یا نسبی تامین شوه. این چیزی که صورت بگیره، چی طالب باشه، چی حکومت افغانستان، چی آمریکا، یا به باور می اتفاقی تفاهم صورت میگیره. بسیار خوب، تشکر. باوردن اجماع در منطقه درباره صلح هم یک کار سخت است. آقای رحمانی، آخرین دقایق برنامه است. بحث‌های اصلی و نگرانی‌های اصلی که ایران درباره مسائل افغانستان به ویژه روند صلح افغانستان داره و داشته، در سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی روی میز گذاشته خواهد شد؟ این جرأت وجود داره؟ من مطمئن هستم، ولی که بسیار چیزا صحبت میکنم، اما من مطمئن نیستم که ایران به این سادگی میتونه که نگرانی های جدی که به خاطر امنیت نظام خودش داره او را به بتونه وسط روی میز بیاره و همراه یک کسی مثل آقای عبدالله رو حل بکنه. من فکر میکنم مشکلی که ایران با او روبرو است بجز با مو میکانیزمی که سالها به اساس از او پیش آمده، حداقل در 20 سال گذشته که با وجودی که با حکومت آقای کرزی به نهایت رابطه خوب داشتن، ولی هنوز هم شبه نظامی خود پیوسته ایجاده. تشکر دکتر رحمانی، پژوهشگر روابط بین الملل، و دکتر هاشمی، رئیس مرکز مطالعات توسعه افغانستان و استاد دانشگاه کابل.